یک لک دلار مصرف کردیم و پنج مورد برگرفت که من این سالون بالای سری پای استاد کنم، مثلا پیشرفت کنم و مشتری پیدا کنم و از سال 2018 تا حالی ما فعالیت داریم. من این حیث یک دختر خانم سرمایه گذار به این حالت متاسف هستم که من قدر مصرف کردم کشیدم و آلی دستاوردی من هیچ است. در صورتی که ما همیشه استاد شدیم، جایی هم نرفتیم، ما مالیه دادیم به دولت و حالی دروازه های امی مجتمعی زیبایی ما را بسته میکنن و من به این حالت متاسف هستم. این بسیار یک ضربه بزرگ برای اقتصاد کشور است و برای ما است. به خاطر که دیگر را بر من نمانده بود که ما بیایم کار بکنم، به خاطر که من قبلا در رسانه‌ام کار میکردم در بخش‌های مختلف، ولی دروازه کل مکتب دانشگاه و فقط دروازه آرشگاه برای ما باز بود. خب به می بسته شدن آرشگاه به من این معنا رو میده که در کل دروازه کل کار، یعنی کل چیز برای ما بسته شده، یعنی دیگه من نمیتونم که یعنی با عنوان یک زن بتانم در افغانستان زندگی کنم. حتی شاید سر از فردا طالبا بگوین که نفس کشیدن هم بالای خانما بند است. ما اینجا می آمدیم چند لحظه با هم همفکری می کردیم، راجع با آینده خود که حرفای می زدیم که اینا حق، حتی حق او را از ما گرفته. چرا ما انسان ایره داریم که به خود برسیم؟ ما اجازه ایره داریم که تفریح کنیم، حق تحصیل ما، اینا همه چیز از ما گرفتن. ما واقعا بسیار در این موضوع جگرخون هستیم که آینده ما چه خود شد و جهان هم اصلا به ما توجه نمی کنن.